فواید زنجبیل برای بحث فشار خون دوست من سلام امیدوارم حالت خوب باشه توی این ویدیو میخوام راجع به فواید زنجبیل برای فشار خون باهاتون صحبت کنم ببینید بچه ها خواص زنجبیل برای کنترل فشار خون سلامت قلب پیشگیری از فشار خون بالا بهبود گردش خون برای سلامت رو کاهش فشار خونی کاهش انقباضات عضلانی خیلی مفید هستش خب و حالا قرار هر کدوم از نو هم دیگه بررسیش کنیم مثل همیشه اگه به موضوعات پوست مو سلامتی زیبایی علاقه مندید حتما چنل یوتیوبمو سابسکرایب کنید ویدیو لایک کنید و هر نظری انتقادی داشتین تو قسمت کامنت از من بپرسید خب پر فشاری خون یا اصطلاحا فشار خون بالا یکی از بیمارهای شایع هستش که کسایی که در مشکل فشار خون دارن دوچارش میشن وقتی شخص فشار خونش بالا باشه خطر حمله قلبی، سکته مغزی، بیماری های کلیوی خیلی زیاد میشه و باید کاملا فشار خون کنترل بشه. فواید خوردن زنجبیل چیه؟ ببین وقتی شما فشار خونتون بالاه، البته اینو باید به اول بهتون بگم که تحت شرایطی زنجبیل رو با داووتون میل نکنید چون ممکنه تداخل داویی داشته باشه اما به صورت طبیعی و به یه طبیعی کلا منجر به فشار خون پایین میشه زنجبیل و ضربان قلب نامنظم رو تنظیم میکنه خب کسایی که دوباره فشار خون میخورن اگر همراهش زنجبیل بخورن فشار خونشون نامنظم میشه و کاهش فشار خونشون خیلی زیاد میشه به خاطر همین قضیه ما اینو به عنوان یه واکاو طبیعی میشناسیم اگر که تحت درمان دکتر هستین لطفا اول از دکترتون اجازه بگیرید و بعد تو برنامه رژیم غذاییتون رو بگنجونید برای بهبود گردش خون خیلی خوبه در اصل زنجبیل میتونه باعث بهبود گردش خون و شل شدن ماهیچههای وکه های خونی بشه که کاملا به باعث کاهش فشار خونی میشه از طرفی مصرف بیش از چهار گرم زنجبیل در روز برای بزرگسالان و بیش از یک گرم برای زنان باردار تحت هیچ شرایطی توصیه نمیشه پس لطفا خیلی به این قضیه باشید زنجبیل نقش موثری تو بحث بهبود از غذا داره باعث کاهش حالت تعور میشه برای درمان آنفرانزا و سرماخوردگی خیلی خوب هستش و تمامی التهابات بدن رو هم کاملا درمان میکنه امیدوارم ویدیو براتون مفید واقع شده باشه اگر سوالی داشتین تو قسمت کامنت بپرسین ویدیو برای عزیزانتون بفرستین و اگه تا الان ویدیو لایک نکردین خوشحال میشم ویدیو لایک کنید